بیبی دوج کوین چه زمانی در صرافی بایننس لیست می شود؟ توکن سوزی بزرگ بیبی دوج کوین و اشاره صفحه توییتری بیبی دوج به این توکن سوزی. ماجرای کلاهبرداری دوج کوین در توییتر هک شده سیاستمدار بریتانیا. با ما همراه باشید تا جدیدترین اخبار مربوط به بیبی دوج کوین رو از دست ندید و یادتون نره کانال یوتیوب ارز دیجیتال رو حتما سابسکرایب کنید و لایک کنید و زنگ بیل کانال رو حتما فعال کنید تا به محض آپلود شدن ویدیوهای جدید با خبر بشید. صفحه توییتری بیبی دوج کوین اومده به چند تا توییت اشاره کرده و همچنین چند تا توییت خیلی مهم رو منتشر کرده. یکی از این توییت‌ها که منتشر کرده راجع به بازه قیمتی بیبی دوج کوین و همچنین که بیبی دوج کوین روند سودی خودش رو شروع خواهد کرد، گفته به حرکت خود ادامه دهید. با هم برنده میشیم که مربوط به هولدرها و تیم توسعه‌دهنده بیبی دوج هستش. این موضوع که خود صفحه توییتری بیبی دوج کوین این توییت رو منتشر کرده و گفته موفقیت در انتظار ماست. اما این توییتی هستش که خود صفحه توییتری بیبی دوج کوین منتشر کرده، اما صفحه‌ای که توکن سوزی بیبی دوج کوین رو گزارش میکنه اومده یک توکن سوزی بزرگ برای بیبی دوج کوین رخ داده که حدوداً 415,000 دلار بوده ارزش این توکن سوزی و واقعا رقم خیلی خیلی زیادی هستش برای بیبی دوج که حالا نسبت به توکن سوزی که در 24 ساعت برای بیبی دوج کوین رخ داده، که خود صفحه توییتری بیبی دوج کوین اومده به این توییت اشاره کرده. و اما دوباره صفحه توییتری بیبی دوج کوین اومده یک توییت هم منتشر کرده راجع به خرید مجدد و سوزاندن که حدوداً 1300 دلار توکن سوزی انجام شده، که این مبلغ خیلی کمتر هستش از مبلغ قبلی که حالا توکن سوزی خیلی بزرگی انجام شده بود. و همچنین حالا گفته که سوزاندن بیبی دوج کوین و انتقال به کیفورای مرده. اما یک از صفحات توییتری اومده توییت خیلی مهم رو منتشر کرده راجع به بیبی دوج کوین و گفته چه زمانی بیبی دوج کوین بالاخره در صرافی بایننس لیست خواهد شد، که بعضی از افراد اومدن به این توییت واکنش نشون دادن و جواب دادن، گفتن در سال 2023 که در حال حاضر در سال 2023 هیچ توییتی از صفحه توییتری بایننس راجع به بیبی دوج منتشر نشده و حالا باید صبر کنیم ببینیم بالاخره که حالا در سال 2022 خیلی ها انتظار داشتن بیبی دوج کوین در صرافی بایننس لیست بشه اما لیست نشد، و آیا در سال 2023 بالاخره صرافی بایننس بیبی دوج کوین رو لیست خواهد کرد یا نه. ارز دیجیتال بیبی دوج در این لحظه در بازه قیمتی 0.9 تا 0.9 دلار با حجم کل بازار 149 میلیون دلار برشم اومده 24 ساعته نزدیک 2 میلیون دلار میباشد. قیمت آن در 24 ساعت گذشته نزدیک 2% کاهش یافته است. ارز دیجیتال بیبی دوج با تعداد سکه‌های 420 کوادریلیون که نزدیک 38% از میزان کل سکه‌هایان در گردش است. قیمت رمزارز بیبی دوج در 7 روز گذشته نزدیک 3% افزایش یافته و در 30 روز 16% کاهش یافته و همچنین در یک سال اخیر هم 57% کاهش یافته است. بیشترین قیمت ثبت شده برای ارز بیبی دوج در تاریخ 26/10/1400 بوده که در حال حاضر 85% با قیمت فاصله دارد. بیبی دوج کوین در چند صرافی مهم لیست شده که از جمله میتونیم به صرافی بیت مارت و یونی سواب اشاره کنیم. در حال حاضر تغییرات یک ساعت مثبت بوده، 1% افزایش یافته. تغییرات 24 ساعت نزدیک 2% کاهش یافته. تغییرات یک هفته نزدیک 3% افزایش یافته. تغییرات 30 روزه 16% کاهش یافته و تغییرات 6 ماهه 24% کاهش یافته و همچنین تغییرات یک ساله 57% کاهش یافته. در حال حاضر بیبی دوج کوین تونسته رتبه 165 ارز دیجیتال رو به دست بیاره که این رتبه با کوین مارکت فرق میکنه و رتبه بیبی دوج در سایت کوین مارکت 200 خورده ای هستش، ولی در این سایت تونسته رتبه 165 رو به دست بیاره و همچنین با رکوردی که در دمو یعنی 26/10/1400 ثبت کرده 85% فاصله دارد. ماجرای کلاهبرداری دوج کوین در توییتر هک شده سیاستمدار بریتانیا. گیلیان، یک سیاستمدار بریتانیایی که به عنوان وزیر امور خارجه آموزش برای این کشور خدمت می‌کند، چند روزی پیش قربانی یک هک توییتری شد. حساب وی پیام‌های مرتبط با رمزارزها پست کرد و تصویر پروفایل خود را به تصویر ایلان ماسک میلیاردر پرحاشیه تغییر داد. این توییت‌ها درباره یک رویداد ساختگی توسط شرکت‌ها متعلق به ماسک، توییتر و تسلا میزبانی می‌شود. شدنی حساب رویداد اهدای توکن برای تمام طرفدارانمان و جامعه رمزارزها را تبلیغ می‌کند. به کاربران وعده دریافت 2 رمزارز نخست بازار همراه با دوج کوین داده شده. این هک در روز کریسمس و حوالی ساعت 7:30 عصر انجام شد و پس از بیش از 12 ساعت پیش از جلوگیری از آن توییت‌های تبلیغ کلاهبرداری پست شدند. این نخستین باری نبود که چنین اتفاقی رخ داد. در چند ماه گذشته هکرها حساب‌های توییتر و یوتیوب ارتش بریتانیا را برای تبلیغ ایراپای رمزارزی فیک تصاحب کردند. حتی با وجود اینکه از ماه اکتبر ماسک به شکل عمومی قصد اخیر خود معنی بر جلوگیری از محتوای مخرب و اسپم در توییتر را اعلام کرد، تاکنون وی در این امر موفق نشده است. همانطور که توسط سایت توده گزارش شد، اخیراً پیتر اعلام مبارزه ماسک با ربات‌ها را با وجود محدود شدن منابع کارمندان به دنبال کاهش گسترده نیروی کار سخنی خواند. بنیاد دوج کوین از صندوق توسعه جدید رونمایی کرد. این اقدام نقطه عطفی مهم در پرورش و حفظ توسعه مداوم و بهبود توانایی دوج کوین به شمار می‌رود.
اخیراً بنیاد دوجکوین و هیئت مدیره آن از ایجاد یک صندوق توسعه دهنده جدید خبر دادند. این بنیاد 5 میلیون دوجکوین برای این صندوق اختصاص داده است تا به توسعه پلتفرم دوجکوین سرعت و بهبود ببخشد. این صندوق توسعه دهنده توسط توسعه دهندگان ارشد فعلی و امضا کنندگان هیئت مدیره مدیریت می شود. در هر چرخه مطبوعاتی تمام پرداخت‌ها، ردیابی و روی تمام پلتفرم‌های شبکه اجتماعی مورد استفاده توسط بنیان دوجکوین گزارش خواهند شد. پرداخت‌ها مطابق با سیستمی بر اساس یک برنامه فعلی دوجکوین اهدا خواهند شد. این صندوق با استفاده از یک کیف پول با چند امضای مورد حفاظت قرار دارد. اعلام شد 500 هزار دوجکوین بین مشارکت کنندگانی که در عرضه با فراهم کردن بیرونرسانی گوناگون مختصر یا بزرگ دست داشتند توزیع خواهد شد. علاوه بر آن، اخیراً بنیاد دوجکوین از اضافه شدن مارشال به هیئت مدیره خبر داد. مارشال با وجود سال‌ها فعالیت در جامعه دوجکوین و توسعه این رمزارز به عنوان یک نماد برجسته در صنعت ارزهای دیجیتال به اعتبار پررنگی دست یافته است. طی سال 2022 دوجکوین نیز همانند بقیه رمزارزهای بازار در روند نزولی قرار داشت. در یک سال گذشته بزرگترین ممکن بزرگ بازار از حیث ارزش کل حدود 59% افت را تجربه کرده است. اکنون ممکن در رتبه بندی ارزش بازار در جایگاه 8 قرار دارد. امان لیز شدن به ویدور در صرافی بایننس. بسیاری انتظار این رو داشتند که در سال 2022 بیبی دوجکوین در صرافی بایننس لیست بشه، اما این اتفاق نیفتاد و بسیاری از افرادم که حالا میخواستند که بیبی دوج در صرافی بایننس لیست بشه نمیخواستند که در اون موقع که بازار ارزهای دیجیتال روند نزولی داشت لیست بشه، چون اگر هم لیست میشد رشد خیلی خوبی رو تجربه نمیکرد و در حال حاضر هم بازار ارزهای دیجیتال همچنان داره روندهای نزولی رو ادامه میده و بسیاری از افراد دوست ندارند که بیبی دوج کوین هم حالا در صرافی بایننس لیست بشه به دلیل اینکه نمیتونه روند سودی خیلی خوبی رو شروع کنه و یا حتی صفر هم بندازه. بسیاری از افراد معتقد هستند و دوست دارند که بیبی دوج کوین در زمانی در صرافی بایننس لیست بشه که بازار ارزهای دیجیتال روند سودی خودش رو شروع کنه و بعد از اینکه روند سودی خودش رو شروع کرد اون زمان بیبی دوج کوین در صرافی بایننس لیست بشه و بتونن سودهای این گفتی از لیست شدن بیبی دوج در صرافی بایننس به دست بیارن. اما هیچی در بازار ارزهای دیجیتال معلوم نیست. شاید بیبی دوج کوین در سال 2023 در صرافی بایننس لیست بشه، شاید هم لیست نشه، که بسیاری از کارشناسان بودند که بیبی دوجکوین در سال 2022 یک صفر خواهد انداخت، اما این اتفاق نیفتاد و در حال حاضر هم یک صفر اضافه کرده و باید منتظر بمونیم ببینیم بالاخره در سال 2023 صفر خواهد انداخت و روند سودی خودش رو شروع خواهد کرد یا نه. اگر از این ویدیو خوشت اومد حتما کانال یوتیوب ارزهای دیجیتال رو سابسکرایب کنید، لایک کنید و زنگوله که نوشت من فعال کنید تا به محض اپلود شدن ویدیوهای جدید با خبر بشید. نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید حتما در کامنت ها برامون بنویسید، ما به اونها جواب خواهیم داد و حتما توجه داشته باشید در نظرسنجی های کانال شرکت کنید تا به بهبود کانال کمک کنید. تا ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.